بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان ارجمند سلام بر شما، به برنامه ساعت سیاسی خوش آمدید. همانطور که مستحضر هستید، چند روزی است که تحولات میدانی در دو کشور عراق و سوریه وارد فاز جدیدی شده و تحولات میدانی شکل و صورت جدیدی به خود گرفته. به شکل فزاینده‌ای حملات و عملیات‌های نیروهای دولتی در این دو کشور علیه مواضع عمدتاً گروه تروریستی داعش بالا گرفته و حالا میره که شهرهای مهمی مثل فلوجه در عراق و رقه در سوریه از کنترل داعش خارج شود. البته هنوز زود است که در این باره قضاوت بکنیم و بگیم که این عملیات ها حتما منجر به آزادسازی این دو شهر خواهد شد، اما عملیات ها بسیار گسترده است، به خصوص در مورد فلوجه عراق از چند جهت نیروهای دولتی و بسیج مردمی وارد عمل شدند و عملیات گسترده‌ای را برای آزادسازی شهر فلوجه آغاز کردند. در سوریه هم عملیات گسترده‌ای با پشتیبانی هوایی روسیه در حقیقت انجام میشه برای فشار وارد کردن بر پایتخت داعش شهر رقه و نیروهای سوری وارد مرزهای جغرافیایی ولایت رقه در سوریه شدند. در این برنامه ساعت سیاسی تحولات میدانی این دو کشور را در حقیقت مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهیم داد و اینکه معادلات و تعاملاتی که بین قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد در رابطه با تحولات جاری. در خدمت جناب آقای محمد قاسم عرفانی استاد دانشگاه هستیم. سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به این برنامه. همونطور که اشاره شد، تحولات وارد فاز جدیدی شده. ارزیابی شما از این فعل و این فعالات چیه؟ به نام خدا، با سلام مجدد خدمت شما و بینندگان عزیز. خب همونطور که شما در مقدمه اشاره داشتیم، ما شاهد تحولات هستیم که در مجموع میتونیم بگیم در راستای تضعیف بیشتر داعش در دو کشور سوریه و عراق انجام میشه. البته در قضیه سوریه اوضاع پیچیدگی های بیشتر خودش را داره، به خاطر که گروه های مخالف دولت بشار اسد شامل داعش و جریان های دیگه میشه که اونا با هم مشکلاتی را دارن. اما در مجموع وقتی که حملات ارتش سوریه به سمت رقه ادامه داره که پایتخت داعش در سوریه هست، و این طرف در عراق ما شاهد یک وضعیتی هستیم که دولت‌های ارتش دولت عراق با حمایت حشد شعبی یا بسیج مردمی و حمایت هوایی نیروهای ایالات متحده آمریکا دارن و آهستگی که البته شاید ملاحظات حفاظت از جان ساکنان غیر نظامی شهر هست انجام میشه، ولی در مجموع وضعیت به سمتی به پیش میره که در حداقل یک هفته اخیر میتونیم بگیم داعش در موضع دفاعی قرار داره و در موردی داره عقب نشینی میکنه. آیا این تحولات که حالا شکل حساسی هم به خود گرفته، آیا تغییرات عمده‌ای را ایجاد خواهد کرد در عرصه میدانی و جنگی این دو کشور؟ چون ما در طول میشه گفت یکی دو سال اخیر معمولا چنین درگیری های کلانی را شاهد بودیم، اما برایند این درگیری ها در نهایت منجر به این نشده که مثلا گروه تروریستی داعش عقب نشینی بکنه یا مناطق زیادی را از دست بده. آیا این تحولات میره که بیانجامه به تغییرات کلان و تضعیف به اصطلاح قابل توجه این گروه؟ فکر میکنم که در عراق بستر تضعیفی بیش از پیش داعش بیشتر فراهم شده، شرایط در عراق مساعدتر است. یکی از مهمترین فاکتورهایی که در اینجا وجود داره ای است که دولت عراق یک دولتی با مشروعیت بالا و مورد حمایت قاطع بین المللی هست، در این که نظام سیاسی حاکم بر بغداد مشروعیت داره و جوانب بین المللی او را به رسمیت شناختن و ازش حمایت میکنه، درش تردیدی وجود نداره، در حالی که در سوریه ما یک چنین وضعیتی را شاهد نیستیم و در اونجا اختلاف نظرها و اصلا مشروعیت دولت بشار اسد از نظر تعدادی از بازیگران بین المللی و منطقه‌ای زیر سوال هست. در عراق این وضعیت وجود نداره،
پس دولت عراق مستعد ازی هست که بتونه حمایت های بیشتر جامعه جهانی را جلب کنه و همچنان به صورت متحد در درون گام های را برداره به سمت ازی که کلن عراق را پاکسازی کنه. حالا میخواستم همین سوال بکنم، بلحاظ درونی وضعیت چگونه است؟ چون حالا بلحاظ بین المللی و خارجی درست، اما بلحاظ درونی چالش هایی وجود داره؟ بلحاظ درونی چالش هایی که در عراق وجود داره باز در مقایسه با چالش هایی که در سوریه وجود داره فرارای دولت متفاوت است. دقیقا ببینید، هم در عراق و هم در سوریه بحث کوردها یک بحث بسیار جدی هست که بخصوص در عراق برخلاف سوریه از مدت ها قبل از زمان صدام حسین یک منطقه خود مختار در شمال عراق ایجاد شده و دولتی در اونجا شکل گرفته و در این اواخر که گروه تروریستی داعش پیشروی های گسترده داشت، پیشمرگه های کرد با حمایت بسیار قاطع دولت های غربی تانستن نقش بسیار برجسته ای را بازی کنه و زمزمه های از این هر از چندگاهی وجود داشته که اقلیم عراق به سمت یک همپرسی بره، به سمت استقلال به پیش بره و از این جهت است که کردها در عراق چالش نسبتا جدی را فرارای دولت ایجاد میتونن بکنن. همچنین بعضی شیعه و سنی مطرح هست ولی نه با او حد بسیار بالایش، به خاطر که ما شاهد ازی هستیم که نیروهای سنی همسو با دولت در جبهات نبرد به صورت بسیار قاطع دوشادوش و بخش شیعی در برابر تروریست ها یا گروه داعش به مبارزاتشان ادامه میدن و ما فکر میکنم شکاف مذهبی در عراق با او اندازه بسیار جدی نمیتونه باشد. مشکل دیگه ای که در درون خود کتله نسبتا گسترده شیعی ما داریم بحث هست که فسادهایی که در حکومت وجود داره و اعتراضاتی که اواخر صدر اونا را تعقیب میکرد که حالا شاید بنا به ملاحظاتی به خاطر جنگ ها مدت شاید به تعویق میفته، اما بحران های سیاسی در عراق وجود داره ولی نه ای که اصل قانون اساسی، اصل ساختار و اصل نظام را هدف قرار بگیره قرار بده. از این بین که باید گفت که وقتی بحث کردها مطرح میشه تنها حساسیت دولت عراق برانگیخته نمیشه، ایران به همون میزان حساس هست، ترکیه به همون میزان حساسیت داره و این یک نوع مشکلی را در روابط کشورهای منطقه‌ای با کشورهای بیرونی یا دورتر ایجاد میکنه، به خاطر که اگر از یک جهت اینا همسو هستند با هم دیگه ولی در مورد قضیه کردها دولت‌های منطقه تلاش دارند که مرزهای جغرافیایی فعلی و تمامیت ارضی کشورها حفظ بشه و اگر احیانا یک چنین چیزی در عراق اتفاق بیفته خب کردها یک پایگاهی پیدا میکنن که بعد کردهای ترکیه که سالهاست اونجا ماجرا و منازعه ادامه داره تقویت میشن، در ایران نیز یک چنین زمینه فراهم خواهد شد. در رابطه با یک پارچگی به اصطلاح این کشورها بحث خواهیم کرد، به خصوص بحث کردها، اما به این نکته حالا بپردازیم که فلوجه و عراق و رقه در حقیقت در سوریه پایگاه های خیلی مهمی هستند، مخصوصا خب فلوجه بعد از موسل دیگه فلوجه است به عنوان پایگاه داعش در عراق و رقه هم که پایتخت این گروه به حساب می آید. سقوط به این قسم بگیم آزادسازی این دو به اصطلاح شهر چقدر محتمله طی این عملیات ها و اگر این دو شهر آزاد شوند از کنترل گروه تروریستی داعش، فکر میکنید که سرنوشت این گروه به چه شکل به کدام سمت و سو میره و چه شکلی پیدا میکنه؟ باز به باور من وضعیت سوریه و عراق متفاوت است. در مورد آزادسازی فلوجه و حتی بعداً پلان برای آزادسازی موسیل اجماع نظر حداقل در سطح منطقه و فرامنطقه وجود داره و هیچ نگرانی از این که دولت عراق در اینجا مسلط بشه وجود نداره. تنها نگرانی که هست از ناحیه برخی بازیگران داخلی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مورد قدرتیابی هشت شعبی یا نیروهای بسیج مردمی شیعی هست که همسو با ایران میتونه باشد و یک مقدار نگرانی ها را ایجاد کرده که پلان های وجود داره برای
برای اینکه اونا در صحنه های نبرد همکاری داشته باشند، اما برای مدیریت سیاسی و بعضی مسائل دیگه و جلویشان گرفته بشه. از این جهت در عراق زمینه بیشتر فراهم هست، اما در سوریه وضعیت به این شکل نیست، هرچند که دولت بشار اسد، ارتش وفادار به بشار اسد فعلا موقعیت خوبی داره، اما آزادسازی رقه و تسلط دولت بشار اسد با اونجا یک ضربه محکمی بر تمام مخالفینش در سطح منطقه و فرامنطقه است، و از این جهت ما فکر میکنم که چه بسا ترجیح داده بشه که رقه در کنترل داعش باشد، یا اگر احیانا از کنترل هم خارج میشه، گروه های مخالف مسلح بشار اسد، او دست از مخالفینی که دولت های غربی اونا رو به رسمیت شناخته، اونا بتونن اونجا مسلط بشن، نه دولت بشار اسد. یعنی یک اجماع نظری را ما در مورد سوریه نمیبینیم، هرچند که روزها خب همچنان دارن حمایت میکنن. بله، حالا حتی اگر به این قسم در نظر بگیریم که مثلا فلوجه احتمال آزادسازیش بیشتر از رق است، باز هم یک روندی از چند ماه گذشته روی دست گرفته شده که یعنی دیده میشه این روند که محدوده حضور داعش در حال کم شدن هست. آیا این مسیر همان مسیری هست که منتهی میشه به نابودی داعش؟ خب در این قسمت ما فکر میکنم با توجه به تندروی های لجام گسیخته که داعش از خودشون نشان دادن، با توجه به حوادثی که در پاریس و بروکسل و جاهای دیگه اتفاق افتاد، و با توجه به تهدیداتی محتملی که برای لندن و حتی شهرهای در ایالات متحده آمریکا بود، فکر میکنم در جانب دولت‌های غربی یک چنین اجماع نظر شکل گرفته که داعش باید از بین بره. منتها از بین بردنش زمان میبره، یک، و دوم اینکه نیرویی که جاگزینش میشه مثلا در قضیه سوریه کی باید باشد، و اگر قرار بشه که داعش تضعیف بشه یا از بین بره و جاگزینش دولت بشار اسد بشه، باز مشکل از نظر کشورهای غربی حل نشده، بلکه وارد یک فاز جدیدی از مشکلات میشن. این مسائل که یک مقدار درنمای قلع و قمع داعش در کوتاه مدت را با ابهام مواجه بله. حالا اشاره کردیم به کشورهای بین المللی و رویکردهای منطقه‌ای و جهانی در مورد تحولات عراق و سوریه. گویا همراهی وجود داره و وجود داره، این یک چیز علنی نیست. آمریکایی‌ها در عملیات آزادسازی فلوجه گفتن ما حمایت هوایی انجام میدیم و خلاصه به صورت استراتژیک همراهی میکنیم، و از اون طرف هم روسیه نیروهای دولتی سوریه را در عملیات رقه همراهی میکنن. خب این به نظر میرسه این همزمانی تعاملی را هم پشتش داره، تعامل بین این کشورها در عملیات در این دوتا کشور عراق و سوریه به چه گونه است و چه شکلی داره؟ خب میتونه یک مقدار نشاندهنده این باشد، هنوز هرچند زوده که ما به صورت نهایی بخوایم قضاوت کنیم، بخاطر که او اطلاعات دست اول و پشت پرده رو ما بهش دسترسی نداریم، اما مسیر تحولات اینو نشان میدن که در قضیه عراق و سوریه پذیرفته شده برای دو طرف، که در عراق امریکایی از اول نقش داشتن، حضور داشتن و حضورشان ادامه پیدا کنه و نفوذشان در اینجا حفظ بشه، منافعشان حفظ بشه، و روسا کدام جایگاه و پایگاهی در عراق نداشتن بعد از صدام حسین. اما در قضیه سوریه، که سوریه از زمانی که حتی در سال 1947 که حزب بعث تأسیس میشه و بعد که جریان نسبتا سوسیال ترش روی کار میآید، حافظ اسد یک نوع روابط سنتی استراتژیک را با روسیه، اتحاد جماهیر شوروی و بعدا روسیه داشته، و همین مسئله باعث شد که در این اواخر زمانی که دولت بشار اسد با خطر تهدید سقوط مواجه بود، روسا علنا اونجا وارد کارزار شدند و از شکست دولت بشار اسد
جلوگیری کردن. هرچند اوایل غربی ها واکنش هایی را نشان دادن، اما به مرور برایشان عادی شد و فعلا هم اونا تلاش میکنن که با توجه به ابزارهای منطقه‌ای مثل احرار شام و النصره که همسو با عربستان سعودی هست، تلاش کنن که دوباره اون نقش و نفوذشان در آینده سوریه حفظ کنن. با این وجود در صحنه های نبرد این توافق احساس میشه که به صورت زمینی وجود داره که روسا همچنان اونجا ادامه بدن و در اینجا دولت ایالات متحده آمریکا با دیگر متحدینش. حالا به نظر میرسه با بسیار مسائلی که در این کشورها شاهدش بودیم در چند سال اخیر، مجموعه ای از اهداف و منافع در حقیقت روی دست هست و در نظر گرفته میشه، مخصوصا از سوی کشورهای قدرتمند با نفوذ و رسوخ استراتژیک. حالا فکر میکنید که در این موعد، چون بحث رقه را وقتی که مطرح میکنند، روسیه به آمریکا یک چنین پیشنهادی داده بود که مثلا ما در عملیات با شما همراهی بکنیم، اما آمریکا هیچ وقت پاسخ نگفت و همین امر باعث شد که روسیه به صورت مستقل وارد عمل شود و ارتش سوریه را به اصطلاح مجاب بکنه به اینکه اونها به صورت زمینی و اینها با حمایت هوایی وارد شوند. یک چنین مواردی نشان میده که بعضی وقتا تضاد منافع هم وجود داره. حالا این تضاد فکر نمی کنید که مثلا بحث پیشروی نیروهای دولتی و عقب نشینی گروه های مثل داعش را با چالش مواجه بسازن؟ و پیشتر عرض کردم که در قضیه سوریه و خصوص این وضعیت ما میتونیم بهش پی ببریم یا فهمش کنیم که یک چنین مشکلاتی وجود داره. زمانی که دولت بشار اسد دوباره احیا میشه و پیشروی های گسترده ای را بتانه داشته باشد و تمامی مخالفین را با حاشیه برانه، طبیعیه که هم دولت های منطقه مخالف بشار اسد و هم دولت های فرامنطقه‌ای به یک چنین بازی رضایت نخواهند داد و ترجیح خواهند داد که به صورت موقت هم که شده در جاهای داعش حفظ بشه تا در یک فرصت مناسب گروه هایی را که عرض کردم اون گروه ها حداقل بتونن جایگاه خودشان را باز کنن. و از طرف دیگه باید در نظر بگیریم که حضور روس‌ها و نقش ایالات متحده آمریکا در چارچوب کلان اهمیت خاورمیانه قابل تجزیه و تحلیل است و جنگی که امروز در عراق و در سوریه وجود داره یک جنگی است که بستر اعمال نفوذ برای آینده قدرت‌ها در خاورمیانه را فراهم میکنه. یعنی قدرت‌ها همیشه از مجاری منازعات و جنگ‌ها میتونن ایفای نقش کنن و این فرصت فراهم شده که در یک رقابتی میشه گفت بین روسیه و از اون طرف ایالات متحده آمریکا و متحدینش سرزی که در آینده خاورمیانه چقدر نقش داشته باشن، باز دارن دوشادوش هم پیش میرن. بله. حالا در کنار این موضوعات شما پیشتر به موضوع کردها اشاره کردیم. به نظر میرسه که ایالات متحده در کنار این تحولات به مسائل دیگری هم توجه داره و استراتژی های خودش در او عرصه هم در حال اجراست. حالا تمام کشورهای دخیل، حمایتی که از کردهای شمال سوریه میشه تا حد زیادی اعتراض ها و انتقاد های زیادی را برانگیخته و به خصوص در جانب عربی سوریه این انتقادها بیشتره، به خاطر اینکه گفته میشه در مناطق شمالی کردنشین کاملا نیروهای به اصطلاح کرد دست به تصفیه قومی زدن در خیلی از مناطق. فکر میکنید که سرنوشت کردها در میان این معادله، کردهایی که در سوریه هست، در عراق هست، در ترکیه هست، این به کجا خواهد انجامید؟ آیا ایجاد و تشکیل کشور مستقل کردی در حال حاضر متصور هست یا نه؟ من بسیار بعید میدانم که در شرایط کنونی این زمینه فراهم باشد که ما یک کشور کردی را در متشکل از مثلث کردهای عراق و ترکیه و سوریه شاهدش باشیم که این سه تا کشور تجزیه بشن و یک کشور مستقل کردی شکل بگیره. موانع و چالش های زیاد سر راه از نقشه یا ایده وجود داره. ولی خب در مثلا در کشور عراق،
در جانب به اصطلاح عراق، به اصطلاح کردی عراق چنین تمایلاتی به شدت دیده میشه و در حقیقت مسئولین بخش کردستان اقدامات خیلی زیادی کردن در این راستا. میخوایم بگم که تشکیل کردستان بزرگ با مشکلات زیادی مواجه هست، اما اینکه کردهای عراق از مدت ها پیش است که به سمت خودمختاری و استقلال گام برداشتن و حالا هم یک حکومتی محلی دارن و بیشتر هم اشاره کردم که زمزمه های ازی وجود داره که اینا برن به سمت یک همپرسی و تمهیدات را فراهم کنن که مستقل بشن. در عراق به صورت نسبی شانس وجود داره، اما در درون عراق هم مشکلات هست، موانع هست و دولت مرکزی بغداد تا در توانش باشد اجازه نخواهد داد که چنین چیزی اتفاق بیفته. از اینی که کشورهای همسایه هم تلاش خواهند کرد که یک چنین چیزی رخ نده. ولی آنجا که پای به اصطلاح عزم و اراده کشورهای قدرتمند به میان بیاید، فکر نمی کنید که چنین چیزی محتمل باشه؟ من فکر میکنم که اونا هم یک چنین چیزی را در شرایط فعلی شاید نخواهند، بلکه چیزی دیگه ای را میخواهند. اون چیزی را که اونا میخواهند این است که در آینده سوریه کردها اون جایگاهی را که قبلا داشتن دیگه نداشته باشند، یک جایگاه برتر را داشته باشند. در عراق همچنان کردها تقویت شود و با عنوان یک تهدید علیه دولت مرکزی مطرح باشد و کردهای ترکیه هم یک چنین وضعیتی را داشته باشند تا منازعه در این منطقه تداوم پیدا کنه و دولت‌های این منطقه همیشه یک پاشنه آشیلی درونی داشته باشد تا قدرت‌های بیرونی بتانند اعمال نفوذ کنند و در مقاطع به سمت خواستشان برن. یعنی قضیه که وضعیتی که ما فعلا داریم و ما قرارداد سایکس پیکو برمیگرده در سال 1916 و یعنی هنوز جنگ دو اول جهانی به پایان نرسیده، دو سال مانده به پایان جنگ، این نقشه رو اینا کشیدن و با خط کش همون زمان از روی جگر کردها مرزها رو رد کردن و اینا رو به کشورهای مختلف تقسیم کردن و پیشبینی وجود داشت که در آینده میتونه بستر ساز منازعات باشد و حال هم دارم من فکر میکنم که اگر یک نگاهی امپریالیستی و قضیه داشته باشیم، دارن محصول از اون رو میچینن و میوه میچینن که منازعه در این منطقه شکل میگیره و هرچ کردها بیشتر تقویت بشه دولت های مرکزی در این منطقه تضعیف میشه. اما یکی اینا بتونن کلا یک وضعیت را ایجاد کنن که دولت مستقل کردی در اینجا شکل بگیره، ما چندان شانسی و بستر را برایش نمیبینم. تقریبا شما به سایکس پیکو اشاره کردین، تقریبا از این قرارداد شاید کمتر از آره یعنی از 100 سالگی شاید یکی دو هفته بگذره که 100 ساله شده. خب حالا این ولی تحلیل هایی که در اون زمان مطرح شد روی خطوط خبری و تحلیلی گذاشته شد در رابطه با پیمان سایکس پیکو بیشتر بر این بر محوریت کردی در این منطقه و تغییر جغرافیا و خطکشی های مرزی تاکید میکرد. اینکه حالا کردها به نیرویی تبدیل شدن که مورد توجه مثلا غربی ها هستند و ظرفیت‌ها و پتانسیل زیادی دارن برای اینکه تبدیل شوند به یک کشور مستقل. یعنی فکر نمی‌کنید که حالا در اون زمان در 100 سال گذشته اگر از روی مثلا منطقه کردستان خط‌کشی‌ها صورت گرفت، حالا زمان آن نرسیده که مثلا این کردستان به حیث یک کشور مستقل شناخته شود؟ نه، در اون زمان دو بازیگر در اینجا تاثیرگذار بودند، یکی روسیه و ببخشید فرانسه بود و دیگری انگلستان و کل خاورمیانه را با 5 منطقه تقسیم کردند در چارچوب همی قرار داد. منطقه تحت کنترل مستقیم فرانسه، انگلیس، در حوزه نفوذ فرانسه، در حوزه نفوذ انگلیس و منطقه بین المللی که بیت المقدس را تعریف کردند. این وضعیت را اونا انجام دادن برای که مرزهای ملی دولت‌های مدرن در اینجا نهاده نشه و از احیای خلافت اسلامی جلوگیری شود.
به خاطر که همزمان با جنگ در او زمان شریف حسین در حجاز با انگلیسی ها به توافق رسیده بود که بعد از سقوط عثمانی کشور بزرگ عربی به رهبری خاندان تشکیل بشه، ولی بعدا انگلیسی ها به عهدشان وفا نکردند و بلکه شریف حسین را در حجاز، یکی از فرزندانش را در عراق و دیگر را در اردن جابجا کردند. این مرزها را نهادینه ساختند و آگاهانه هم تفاوت های فرهنگی، نژادی و غیره را در نظر گرفته این مرزها را تعریف کردند تا زمینه یک چنین مشکلات همواره وجود داشته باشد. حال بعد از گذشت 100 سال که مرزهای ملی بسیار نهادینه شده و مستحکم شده، به هم زدن اینها و از نو تعریف کردنش بسیار هزینه میخواد و دولت های منطقه برغم از اینکه در مقایسه با کشورهای فرامنطقه‌ای نفوذ پذیر هستند، واسه پذیرن، اما از او توانمندی برخوردارن که در برابر یک چنین نقشه بیستن. اما میتونه کردها تقویت بشه در تمامی مناطق تا دولت های مرکزی ضعف بیشتری داشته باشن و کشورهای فرامنطقه بتونن بیشتر اعمال نفوذ کنن. متشکرم. حالا بر فرض این که جریانی که در حال حاضر وجود داره منجر شود به مختومه شدن پرونده داعش و یا حداقل او تمرکز و او قدرت و حوزه نفوذی که داعش الان داره را نداشته باشد، بر این فرض حالا ما یک مشکل بزرگ دیگری هم داریم و او بحث تکفیر و ترور هست کلن به مثابه یک تفکر. فکر میکنید که در ادامه چنین مشکلی چگونه ادامه حیات خواهد داد؟ خب طبیعتاً برچیده شدن داعش به معنی این نیست که تکفیر و ترور هم برچیده میشه. گروه های خیلی متعدد دیگری هستن که در حال فعالیت هستن در عراق، سوریه و دیگر کشورها. دقیقاً افراطیت در گرو داعش نیست. داعش یکی از اوریان ترین و وحشی ترین اشکال افراطگرایی است که خودش را به نمایش گذاشته در این دو تا کشور. اما اگر یک زمان یک چنین تصمیمی گرفته بشه و قاطعانه عمل بشه توسط کشورهای منطقه و فرامنطقه که داعش از بین بره، معنای از این نیست که افراطگرایی و خشونت به نام اسلام هم از بین میره. ما فکر میکنم این زمانی ما میتونیم یک چنین انتظار را داشته باشیم که دو تا تحول بسیار اساسی در این منطقه رخ بده. یکی از این تحولاتی است که از نظام‌های سلطنتی، اقتدارگرا و پاترمنیال عبور صورت بگیره، چیزی که با بهار عربی انتظارش میرفت و به شکست انجامید، و نظام‌های دموکرات و مردم سالار روی کار بیایند. گزینه دیگه ای که باید همزمان در نظر گرفته شود اوهی هست که نوع فهم اسلام و خانش اسلام و قرائت از اسلام در این منطقه مورد بازبینی قرار بگیره. تا زمانی که جریان وهابیت سلفیسم با او قرائت قشری، حاکمیت خشک یک نوعی از شریعت در این منطقه حاکم هست، همواره مرزهای سفت و سخت جهان اسلام و کفر یا در درون جهان اسلام بحثای فرقی مطرح میشه و این میتونه همواره تأمین کننده خشونت و افرادگرایی در منطقه باشد. یعنی با ختم دوسیه داعش ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که افرادگرایی در این منطقه با پایان خود. حالا احتمال در چنین شرایطی که حالا داعش هم زیر فشار گرفته شده، احتمال جایگزین کردن مثلا گروه های دیگر مثل دوباره القاعده، جبهه النصره و یا گروه های جدید دیگری مثل جیش الاسلام، اینها به جای داعش که تقریبا خب روی کردشان، روی کرد دینیشان تقریبا یک چیز دیگه، یعنی تا چه حدی هست؟ آیا احتمال داره که کشورهای منطقه و فرامنطقه به این نتیجه رسیده باشند که گروه های دیگر و جدیدی را که حالا به لحاظ ظرفیت و پتانسیل ظرفیت بیشتری را در اختیار دارند و حداقل از جلوهشان و وجههشان به اندازه داعش خدشه‌دار نشده استفاده بکنند؟ طبیعی بستر وجود داره زمانی که دولت های منطقه ضعیف باشند و نتونن
اعمال حاکمیت و اقتدار لازمه و قلمروهای خود داشته باشند، مشروعیت لازمه نداشته باشند، زمینه برای فعالیت جریانهای مخالف نظام در هر کشور وجود داره. این مخالفین در اشکال مختلفی میتونه تبارز کنه. یک وقت لیبرال ها هستند به سمت دموکراتیزه کردن کشور حرکت میکنن، یک وقت جریان های هستند که دولت های منطقه را شریک یا شرکا و متحدین کشورهای غربی میدانند و کشورهای غربی را در منازعه عرب و اسرائیل، اسلام و کفر و غیره دخیل میدانند و در نتیجه اونا به سمت همو جنگ مقدس یا مبارزه مسلمان ها در برابر کفار ادامه خواهند داد و کشورهای قدرتمندی در منطقه هنوز حضور دارند که تمویل کننده بوده در طول چند دهه گذشته و حال هم این توانایی را دارند که گروه های دیگه ای را تمویل کنند، جدای از اینکه حتی ما بگیم که یک چنین پلان کلان در سطح بین المللی وجود داشته باشد یا نداشته باشد. بله، حالا در چنین شرایطی فکر میکنید که یک پارچگی عراق، حالا باز بخصوص سوریه، تا چه حدی در آینده میتونه تضمین شود؟ سوریه الان عملا پارچه پارچه است و یک پارچگی نداره دیگه. آیا زمینه ها میشه یک وقتی مثلا زمینه هاش فراهم شود تا این یک پارچگی دوباره احیا شود؟ خب عدم یک پارچگی یا تجزیه سوریه را اگر در نظر بگیریم، پیامدهای خواهد داشت که دولت های منطقه و تا کشورهای فرامنطقه او پیامدها را چی بسا برایشان خوشایند نباشد و تحمل ناپذیر باشد. با توجه به این، ما فکر میکنم که تا بخواهیم بحث تجزیه سوریه را در نظر بگیریم، بازسازی سوریه در همه جغرافیای مرزی محتملتر و آسانتر به نظر میرسه، منتها مشروط به این که یک تعامل بین رقبای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای صورت بگیره که جریان‌های درگیری در منازعه را به شکل مدیریت کنند که اینا بتونن با هم تعامل داشته باشند. طبیعیه که نقش و رول گروه‌های قومی، مذهبی و زبانی در آینده سوریه متفاوت خواهد بود، اما ای آسان تر از این هست که شما تصور کنید که بحث تجزیه پیش بیاید، مرزها تعریف بشه و این یقینا ما در جاهای دیگه شاهدش بودیم که تجزیه به راحتی و یک شبه و با آسانی اتفاق نمیفته. این موجب جابجایی های گسترده جمعیت میشه، موجب حتی نسل کشی ها امکان داره شوه و موجب ناامن ساختن منطقه میشه و این خاطر بسیار پر هزینه خواهد بود که سوریه به سمت تجزیه پیش بره. اما خب حتی اگر تجزیه نشه و سوریه، قطعا وضعیتش مثلا شبیه به کشور لیبی یا حتی بدتر خواهد بود. مجموعه از گروه های مسلح و چندین حاکمیت در یک کشور وجود خواهد داشت و این آنارشی در حقیقت ادامه پیدا خواهد کرد و عملا دیگه یک پارچه نخواهد بود. درسته در شکل ممکن یک پارچه باشه ولی عملا چنین چیزی امکان پذیر نخواهد بود. خب اگر سوریه بره به این طرف، در حال حاضر هزینه های خیلی زیادی در سوریه به مصرف رسیده، ادامه این وضعیت هزینه ها رو دوچندان میکنه، آیا باز بحث تجزیه نمیتونه مطرح شده؟ خب در بلند مدت اگر این وضعیت آنارشیکی که شما گفتین ادامه پیدا کنه، بعد از یک مدت امکان داره که گزینه تجزیه جدی‌تر شه، گروه هایی که خواهان استقلال یک بخش از سوریه هستند توان بیشتری را داشته باشند. اما عرض کردم که موانع و چالش ها سر راهش وجود داره. گروهی که فعلا بیشتر میتونن بحث تجزیه را تعقیب کنن کردها هست که یک پارچگی نسبی داره، ولی مخالفین بسیار جدی در منطقه سر راه اونا وجود داره. متشکرم از حضور شما در برنامه ساعت سیاست. تشکر از استفاده کردیم. بینندگان ارجمند، به پایان این گفتگو میرسیم. از همراهی شما عزیزان هم سپاسگزارم. تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. تشکر از استفاده کردیم.